اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهيم. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. این چشم ها به راه تو بیدار مانده است، چشم انتظارت از دم افطار مانده است. برخیز و کوله بار محبت به دوش گیر، سرهای بی نوازش بسیار مانده است. با تو چه کرده ضربت آن تیغ زهردار، مانند فاطمه تنت از کار مانده است. آنقدر زخم ضربه دشمن عمیق هست، زینب برای بستن آن زار مانده است. آرام تر نفس بکش، آرام تر بگو، چندین نفس به لحظه دیدار مانده است. از آن زمان که شاخه یاست شکسته شد، چشمت هنوز بر در و دیوار مانده است. 30 سال رفته است ولی جای آن تناب بر روی دست و گردنت انگار مانده است. میدانی ای شکست سر آل هاشمی، تاریخ زنده در پی تکرار مانده است. از بغض دشمنان به تو یک ضربه سهم توست، باقی آن برای علمدار مانده است. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و امها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه دوستان، همه بیننده‌های عزیز برنامه راه ما، ایام اعضای مولای متقیان آقا امیرالمومنین علیه السلام رو خدمت همه دوستان عزیزم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. من هم سلام میکنم خدمت شما و این روزها رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداریاتون مورد قبول قرار گرفته باشه. دوستان، رسیدیم به شب 21 ماه مبارک رمضان، رسیدیم به دومی شب قدر، رسیدیم به یه شب حساس دیگه که قرار امورات یک سالمون توش رقم بزنه. من که چیزی برای از دست دادن ندارم، امشب میخوام بشینم در خونه خدا زار زار گریه کنم، قسمش بدم به اونایی که دوستشون داره، قسمش بدم به اونایی که براش عزیزن. دیدید وقتی یه فقیر میخواد از یه آقا یا خانومی گدایی کنه، میگه جون بچهت، جون عزیزت، جون مادرت، تا دل طرفو به رحم بیاره و اون شخص به خاطر عزیزانش هم که شده یه کمکی به اون فقیر کنه. منم مثل همون فقیرم. اونقدر امشب میشینیم و میگیم الهی به محمد، الهی به علی، الهی به فاطمه، الهی به حسن، الهی به حسین، انقدر میگیم تا صدامونو بشنوه، تا یه نگاهی بکنه. اگه به خودم بود که خجالت میکشتم اصلا این طرفو پیدام بشه، اگه میخواستم به اعمالم نگاه کنم که باید راهمو میکشتم میرفتم، اصلا جای من اینجا نبود. من به کرمش نگاه کردم که اومدم. امشب شب قدر، شب خانم جان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فقط همینو بگم که گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ امروز دوستم در مورد مادر سادات صحبت کنیم. بالاخره بی بی هم سر شب قدر رو هم صاحب عزای اصلی امشب. آیا دوستان اصلا به نظر شما امکانش هست جایی از آقامون امیرالمومنین نام ببریم ولی در کنارش چیزی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت نکنیم؟ به قول مده ها گریز اصلی روزه مولا روزه حضرت زهرا سلام الله علیها است.
من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. من که یک باره در از قلعه خیبر کندم، داغ زهرای جوان از نفس انداخت مرا. قرآن یه معنای ظاهری داره و چندین تعبیر. تعبیرهای قرآن از ظاهر اون پیدا نمیشه و تنها کسانی که از اون باخبرن ائمه اطهار علیهم السلام هستن، کسانی که به سرچشمه علم غیب الهی دسترسی دارن. یکی از تعبیرهای قرآن تعبیر لیله و لیلة القدر. امام صادق علیه السلام درباره این عبارت میفرمایند: اما آن قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم. شب قدر فاطمه است. هر کس فاطمه سلام الله علیها را آنگونه که سزاوار است بشناسد، شب قدر را درک کرده است. داشتم میگشتم که برای ارتباط بی بی و شب قدر مطلب پیدا کنم، یه جایی چند تا شباهت آورده بود، گفتم بیانش خالی از لطف نیست. یکیش این مطلب بود که هم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم شب قدر درک نشدنی هستند. امام صادق علیه السلام درباره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید: همانا فاطمه به این خاطر فاطمه نامگذاری شد که تمام مخلوقات از شناخت او باز ماندند. در سوره قدر هم میخوایم که و ما ادراک ما لیلة القدر، و چه میدانید شب قدر چیست. یکی دیگه از این شباهت ها مخفی بودن هر دو اوناست، هم قبر بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها و هم شب قدر، که کدوم یکی از شبهای 19، 21 و 23 ماه رمضونه، هر دوشون مخفی هستن. نزد امام صادق علیه السلام درباره انا انزلناه فی لیلة القدر سخن به میون اومد. حضرت فرمودند چقدر فضیلت اون بر سایر سوره ها آشکار است. راوی میگوید: گفتم چه فضیلتی دارد؟ فرمود: ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در اون نازل شده است. گفتم در شب قدری که امید داریم در ماه مبارک رمضان باشد؟ فرمود: بله، آن شب قدری است که آسمان ها و زمین و ولایت امیرالمومنین علیه السلام در آن مقدر شده است. خلاصش اینه که وقتی که قرآن به سر گرفتید و با اشک و ناله با یاد کوچه های بنی هاشم داشتید زمزمه کردید به فاطمه تا به فاطمه، حواستون باشه دایی چه اسم بزرگی رو میگید، حواستون باشه دارید اسم کسی رو میارید که اونقدر مقامش بالاست که خدا وقتی میخواد اصحاب کسر رو نام ببره میفرماید هم فاطمت و ابوها و بعدها و بنوها. بله رفقا، دارید خدا رو به کسی قسم میدید که تو اون روایت خدا به پیغمبرش میفرماد لولاک ما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی عالم رو خلق نمیکردم، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم. در ادامش می فرماید اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. این روزا مولا تو بستر افتاده، بچه هاش دور رو برشن، این ساعتهای آخری که بچه ها باباشون رو می بینن. اصحاب حضرت اومدن، یتیمایی که دیگه فهمیدن مرد شبگردی که شبا براشون قضا می آورد همین آغاز اومدن. از همه سخت‌تر این که چجوری به خواهرش حضرت زینب سلام الله علیها بگه. بریم مثل خونه آقا امیرالمومنین علیه السلام تا دلاتون بره تو فضای این حرفایی که گفتیم و به قولی فضا و حال و هوای این روز و شبای خونه مولا رو درک بکنه. البته اینم اضافه کنم که آقا رضا درباره شیوه حکومت آقا امیرالمومنین تو کوفه هم صحبت کرده در کنار خونه مولا. بریم ببینیم و برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیان شیر خدا شاه عرب، علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب. شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. با عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام شهادت مولا الموحدین و یعصوب الدین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، بران شدیم
تا در این قسمت از زندگی و شیوه حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در شهر کوفه صحبت کنیم. پس از جنگ جمل با مشورت‌های فراوان تصویب شد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در شهر کوفه مستقر شود. بزرگان کوفه قصر سفیدی در نظر گرفتند که امام علی علیه السلام را در آنجا سکونت دهند تا به امور حکومتی بپردازد. وقتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام متوجه این حرکت کوفیان شد فرمود: من حاضر نیستم تا دیوار خانه ام از دیوار منازل بیچارگان بالاتر و خانه ام از خانه مستمندان بهتر باشد. بنابراین در خانه های معمولی کوفه سکونت گزید و به کشور پهناور اسلامی آن روز که امروزه حدود 50 کشور اسلامی است فرمانروایی می کرد. حضرت امیر علیه السلام در شرایطی زمام حکومت را به دست گرفت که اقدامات عثمان خلیفه سوم تشنجات بسیاری را در سطح اجتماع ایجاد کرده بود. در دوران عثمان فاصله طبقاتی آنچنان زیاد شد که به آشوب و انقلاب انجامید و ثمره آن قتل عثمان توسط انقلابیان بود. امام علی علیه السلام با اصرار زیاد مسلمانان به خصوص سران انصار خلافت را پذیرفت. ایشان در همان روز اول فرمودند: من مردی هستم از شما و سود و زیان ما یکیست. خداوند میان ما و شما و دیگر مسلمانان درهای رویارویی را گشوده و فتنه ها همچون شب سیاه و تار روی آوردند. رویارویی با این فتنه ها تنها کار کسانی است که صبور و با بصیرت باشند و جای هر چیز را بدانند. من شما را به شیوه راهبری می کنم که پیامبرتان می کرد و آنچه را بدان مأمورم در میان شما جاری می سازم، به شرط آن که همراه من دوستی و راستی پیشه کنید. در این راه باید از خدا یاری جست. امام علی علیه السلام در اقدامات اولیه خود تمام اموالی را که عثمان به اطرافیان خود به ناحق بخشیده بود بازپس گرفت و چنین فرمود: به خدا سوگند اگر چیزی از آن چه عثمان بخشیده بیابم به صاحبش باز می‌گردانم، هرچند مهر زنان باشد. همانا در دادگری گشایشی است و آن که از دادگری به تنگ آید از ستم بیشتر به تنگ خواهد آمد. و در پایان دیدن حکومت عدل الهی که فقط به دست صاحبش حضرت بقیت الله قابل اجراست را آرزومندیم. یا علی مدد. مطالب زیبا و شنیدنی درباره حکومت حضرت مولا علیه السلام شنیدیم. دست آرزام درد نکنه. راه ماه روز 20 ماه رمضان رو میبینید. راستش تو سفری که به عطاوات عالیات داشتن مکان مقدس من دیدم، خیلی مکان جالبی بود. جا به جاش نوشته بود که اینجا چه مکانی بود و چه اتفاقاتی افتاده. و یه نکته جالب واسه من این بود که در کنارش کاخ ابن زیاد ملعون تبدیل شده و یه به یه مزبله و زباله‌دونی که بوی تعفن میداد، ولی خونه مولا همچنان استوار مونده و مردم حتی از آب تلخ چاش هم به عنوان تبرک میبرد. بگذاریم الان برید تو فاز خونه مولا، میبینی همه دور یه بستر جمع شدن دارن خاطراتی رو مرور میکنن، خاطرات سختیایی که این مرد ریش سفیدی که الان اینجوری تو بستر افتاده پشت سر گذاشته. مردی که بیشتر زندگیش رو با یه خاری تو چشم و استخونی تو گلوش گذرونده. امروز این مرد خسته خسته است و از حرکت چشماش معلومه که یه حوادثی تو ذهنش داره مرور میکنه. خاطرات غرور شکستش، خاطرات دستای بستش، اینا چیزاییه که عمری ذره ذره آبش کرده. یادش میاد با دستای خودش عزیزش رو قص داده و کفن کرده. بدتر از همه با دستای خودش خاک ریخته روی صورت عزیزش. سکوت کر کننده ای در آن فضای سرد بود، وقت رسوب بغض ها لحظه به لحظه درد بود. ماه پرید رنگ هم نظاره داشت بر زمین، گرفته بود بر دهان برای گریه آستین. پیکر هفت آسمان سیاه پوش نور بود، در ازدحام بی کسی نور به دوش نور بود. در آن زمین گم شده،
در آن مزار بینشان عرش به فرش آمد و سقوط کرد آسمان، کرد نزول هل اتی، ولی ز شانه علی فرو نشست بر زمین ستون خانه علی، میان گیر و دارها خورد گره به کارها، نبود مرد محرمی در دل آن حصارها، دست قدیر ناگهان گشت گره گشای او، گرفت آن هلال را از سر دست های او، گرفت و چشم بسته را در دل سنگ جای داد، آینه شکسته را در دل سنگ جای داد، کشتی آتش زده علی به گل نشست، آه و گفت اشک چشمهایش کمرم شکست، آه لعن الله قاتلی که یا فاطمه الزهرا، لعن الله قاتلی که یا فاطمه الزهرا. امروز قرار تو برنامه درباره یکی دیگه از ویژگی‌های حضرت امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنیم. یه ویژگی که آقا واقعا به این صفت مشهور بودند و هستند. ویژگی که بعضیا میگن دلیل شهادت مولا همین ویژگی بوده. بله، امروز قرار درباره عدالت حضرت امیر صحبت کنیم. اونقدر از عدالت آقا روایت حدیث هست که آدم نمیدونه کدومش رو بگه. با یه روایت از خود مولا این بحث رو شروع می‌کنیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند عدالت آن است که بر اساس انصاف حق مردم با آنها داده شود، ولی احسان آن است که علاوه بر ادای حقوق بر آنها نیکی کنی. و نیز فرمودند عدالت ترازوی سنجش خداست، خداوند آن را برای انسانها قرار داده و آن را برای اجرای حق و برقراری آن نصب کرده است. حالا نوبتش رسیده چند تا قضیه از عدالت مظهر عدل‌داد حضرت ابوالحسنین علی ابن ابی طالب علیه السلام براتون نقل کنیم. پس از عثمان، مسلمان با اجتماع بی‌نظیری به محضر حضرت علی علیه السلام آمده و با او به عنوان خلیفه بیعت کردند. چند روزی که از این حادثه نگذشته بود، گروهی از سرشناسان مانند طلحه، زبیر، عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص که در اصل خلافت عثمان از بیت المال سوء استفاده میکردند، دیدن با حکومت حضرت علی علیه السلام دستانشان از استفاده ناروا از بیت المال کوتاه شده، لذا با جفسازی ها آن حضرت را در فشار قرار دادن تا به اهداف خود برسند. مولا علی علیه السلام با کمال قاطعیت در برابر آنها ایستاد، آنها را منحرف و دنیا پرست و ستمگر خوند و سوء استفاده از بیت المال را به عنوان ظلم به حق مظلومان نامید و پس از سرزنش شدید آنها فرمود سوگند به خدا داد مظلوم را از ستمگر میگیرم و افسار ستمگر را آنچنان میکشم تا به آبشخور حق وارد گردد، گرچه ناخوشایند او باشد. یه مورد دیگه هم هست که خیلی جالبه. در کوفه حضرت علی علیه السلام جمعی از ایرانیان که قبلا برده اعراب بودن و حضرت آنها را آزاد کرده و به عنوان موالی و همراه خوانده می شدن، هر روز به مسجد می آمدن، پای سخنرانی حضرت می نشستن و بهره می بردن. بعضی از خودخواهان تیره دل عرب مانند اشعث بن قیس که نجات پرست و جمعها را تحقیر می کرد، به عنوان اعتراض به امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین گفت: ای امیر مؤمنان، این افراد
پیش روی تو بر ما چیره شدن و تو از آنها جلوگیری نمی کنی. امروز من نشان خواهم داد که عرب چه کاره است. حضرت علی علیه السلام خطاب به او امثال او فرمودند: این عرب های شکمباره در بستر نرم به استراحت پرداختند، ولی همین همراه منظور ایرانیان آزاد شده در روزهای گرم برای تأمین هزینه زندگی زحمت میکشند. آنگاه شما از من میخواهید این زحمت کشان را از خود دور کنم؟ تا خود جز ستمگران گردم هرگز چنین نخواهم کرد. وقت برنامه اجازه نمیده، وگرنه اونقدر مطالب زیاده که هر کدومش عالم و هاج و واج میذاره. امشب شب قدره، شب شهادت مظهر عدالت حضرت امیر علیه السلام. بیاید دعا کنیم خدا فرج فرزند برومندشو برسونه تا این دنیا رو پر از عدالت علوی بکنه. نوبت برنامه آقای عرجه، پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. بریم ببینیم و برمیگرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. موضوع این برنامه ما در خصوص مظلومیت، در مورد آقا امیرالمؤمنین، مظلومیت امیرالمؤمنین. همه ما میدونیم مظلوم ترین فرد عالم امیرالمؤمنینه، کسی که در قدیر خم 120 هزار نفر باهاش بیعت کرده. وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت، اکثر اونها حق رو زیر پا گذاشتن، حق امیرالمؤمنین رو نادیده گرفتن و امیرالمؤمنین برای اینکه اسلام تیکه تیکه نشه، اسلام حفظ بشه، 25 سال به گفته خودشون خار در چشم و استخوان در گلو سکوت کرد. کسی است که مظلومیتش در تاریخ زیاده. لحظه لحظه زندگی امیرالمؤمنین مظلومیت بوده، چه در زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، چه در زمان بعد از پیغمبر. منتها بعد از پیغمبر خیلی مشهورتره، خیلی بیشتر به چشم میاد مظلومیت از این بالاتر، که وقتی به شهادت رسید اهل شام گفتن مگه علی نماز میخون؟ امیرالمؤمنینی که در عبادت و در نمازهای شب مثل چوب خوش شده می افتاد. یه شخصی میگه در نخلستان دیدم امیرالمؤمنین شب داره عبادت میکنه، یه دفعه دیدم لرزشی بر بدنش افتاد و بعد روی زمین شد. وقتی رفتم نزدیکش دیدم خوش شده. گفتم وا مصیبتا، علی ابن ابی طالب از دار دنیا رفت. بدو بدو اومدم در خونه حضرت زهرا، در زدم که اطلاع بدم. وقتی به حضرت زهرا گفتم، حضرت زهرا فرمود که علی در نماز بود. گفتم بله. گفت این چیزی نیست، شبی چند بار اینطوری میشه. حالا یه چنین شخصی که در نمازهای شب از خوف خداوند اینطوری میفته و چوب خشک میشه، میان میگه مگه علی اهل نماز بود؟ علی رو با مسجد چه کار؟ ببینید چقدر مظلومیته، چقدر مظلومه. در زمان خودش یه شخصی در زمان خودش مظلوم باشه، وای به حال تاریخ، که سالها تاریخ نویسان و مورخین دشمنش بودن و تاریخ نوشتن. امیرالمؤمنین مظلومه، در تمام عصرها مظلومه. کسی که نماز میسته، در نماز تیر از پاش در میارن و متوجه نمیشه، بهش میگن مگه نماز میخون؟ علی رو با مسجد چه کار؟ مظلومیت از این بالاتر؟ مظلومیت از این بیشتر؟ انشاءالله که به حق محمد و آل محمد، خود آقا امیرالمؤمنین شفیع ما باشه در روز جزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دستشون درد نکنه آقای عرجی، واقعا زحمت میکشن برای تهیه این مطالب. تا آخر راه ما با ما همراه باشید. فقط چند ساعت دیگه با دومی شب قدر فاصله داریم.
میخواستم بپرسم شما امشب چه آرزویی دارید؟ ماه رمضان، ماه مهمونی خدا، امشب هم شب قدره. امشب شبیه که قرار امور یک سال دیگه‌مون رقم بخوره. شما دوست دارید تو سال بعد چه اتفاقاتی براتون بیفته؟ دوست دارید اگه قرار چند تا از آرزوهاتون برآورده بشه کدوماشون باشه؟ این آرزوها بسته به هر کسی فرق میکنه. شاید یکی از شما دوست داشته باشه ازدواج کنه، یکی دیگه دوست داره پولدار بشه، یکی دوست داره یه کار خوب گیرش بیاد، یا اینکه میخواد مریضش شفا بگیره، گرفتاریش برطرف بشه. یه سری آرزوهام جنسش فرق میکنه. آرزوی زیارت اهل بیت علیهم السلام، عاقبت به خیری، توفیق بندگی داشتن و اینجور چیزا. اما یه سری افرادن که میان تا یه حاجت بزرگ رو بگیرن. اینا میدونن در کنار استجابت این دعا بقیه حاجتاشون هم روا میشه. بله درسته، این افراد کسایی هستن که با دل و جونشون اومدن و از خدا فقط یه چیزی میخوان، اونم فرج و ظهور امام زمانشونه. خلاصه امشب حواسمون به دعاهامون باشه. دلم میخواد قبل از اینکه بریم سراغ قسمت قرآنی برنامه و آقا صالح، دوستم چند تا از حکمت‌های آقا امیرالمومنین علیه السلام از کتاب گوهربار نهج البلاغه براتون بخونم. حضرت در حکمت 175 میفرمایند هنگامی که از چیزی میترسی خود را در آن بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن سخت‌تر است. در حکمت 278 نیز فرمودند کار اندکی که ادامه یابد از کار بسیاری که از آن به ستوهایی امیدوار کننده تر است. همچنین حضرت در حکمت 347 نیز فرمودند ستودن بیش از آنچه سزاوار است نوعی چابلوسی و کمتر از آن درماندگی یا حسادت است. اگر یک نگاهی به تقویم بندازیم میبینیم امروز روز فتح مکه هم هست که شأن نزولش در مورد این واقع سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بریم صحبت های آقا صالح رو بشنویم و برگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وعرض سلام خدمت شما دوستان و بینندگان و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و همراهان برنامه راه ماه. امیدوارم تا این لحظه از برنامه راضی بوده باشید و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام، ایام شهادت مولامون و آقامون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاه و السلام، به مناسبتی هم امروز یعنی 20 ماه مبارک رمضان مرتبط هست با روزهای فتح مکه. فتح مکه که از وقایعیه که در اسلام و گسترش اسلام اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، به صورتی که مرتبط با این همین فتح هست. ظاهرن که این آیات از سوره مبارکه نصر بر پیامبر نازل شد که خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. این آیه از سوره مبارکه نصر در رابطه با فتح مکه و ورود گسترده جهانیان به سمت اسلام و اسلام آوردن اونها نازل شد و روشن هست. آیه فتح هست، آیه‌ای که می‌فرماید هنگامی که فتح خدا به سمت شما بیاد. نسبت به فتح مکه چند تا نکته مهمه که اونها رو در حقیقت بدونیم. یکی از مسائل این که بزرگترین دشمن پیامبر در طول دوران رسالتشون همین اهل مکه و قریش بودن. اینها تا جایی که تونستن پیامبر رو آزار دادن، به صورتی که پیامبر رو از موطن خودش، از اون جایی که
متولد شده بود در اون شهر راندن و او را از جایی که در اون پرورش یافته بود بیرون کردن و پیامبر مجبور به هجرت به سمت مدینه شد و سالهایی هم که در هجرت بود، در مدینه بود، دور از مکه بود، او را رها نگذاشتند، آزاد نذاشتند، بلکه تا میتونستن حمله میکردن، کارشکنی میکردن، تخریب میکردن. این وضعیتی بود که مشرکین مکه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله داشتند و این رو ادامه دادن تا اینکه سالها گذشت و گذشت و رسیدن به جایی که پیامبر تونستن یک قدرتی رو در مدینه تشکیل بدن و در برابر این هجوم ها مقاومت کنن و خودشون هم به سمت مکه حرکت کنن و کارهای تبلیغی گسترده ای رو انجام بدن. در همین مسائل یکی از اتفاقهایی که افتاد صلح حدیبیه بود. در یکی از سالها پیامبر به اصحابشون وعده دادن که امسال ما به مکه خواهیم رفت و به مکه وارد خواهیم شد. رفتن به سمت مکه ولی در اون سال توفیق انجام حج نصیب مسلمان ها نشد و اونها به سمت مدینه بازگشتن. خب بعضی از منافقین و بعضی از انسانهایی که در قلبشون مرض بود شروع به شکگرایی و شروع به شک انداختن در مسئله نبوت پیامبر هم حتی کردن، به حدی که بعضیشون گفتن ما هیچ وقت در نبوت این پیامبر شک نکردیم مثل روز حدیبیه. در روز حدیبیه شکمون در نبوت این پیامبر بیشتر شد، چرا که ما وعده داده بود که به مکه میرویم و ما به مکه وارد نشدیم. پیامبر در جواب اینها و در پاسخ اینها فرمودند که من برای شما تعیین نکردم در چه سالی و در چه روزی وارد مکه میشویم، فقط به شما گفتم که ما به مکه وارد خواهیم شد. حالا امسال نشد، در سالهای آینده خداوند این پیروزی و این یاریش رو به ما عنایت خواهد کرد، ما وارد مکه خواهیم شد. اون سال برگشتند از نزدیکی های مکه به سمت مدینه و در سال بعد پیامبر بدون اینکه خبر بدن به کسی لشکر رو به خودشون همراه کردن به سمت مکه حرکت کردن، حرکت میکردن و در اطراف مکه اونجا ساکن شدن تا اینکه وارد مکه بشن. یه نکته ای رو هم عرض کنم که خیلی اهمیت داره نسبت به فتح مکه و پیروزی پیامبر صلی الله علیه و آله، مسئله تبلیغ آیات سوره براءت هست. این در تواریخ زیاد ذکر شده و در تواریخ شیعه و مخالفین هم بارها تأکید شده و بهش اشاره شده که پیامبر برای تبلیغ سوره براءت، سوره‌ای که براءت از مشرکین در اون به صراحت بیان شده، برای تبلیغ این سوره ابتداءً ابوبکر رو، خلیفه اول رو، به سمت مکه روانه کردن که برو و این سوره رو بر مشرکین مکه در خود مسجد الحرام بخون. ابوبکر از مدینه کمی دور شد، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمود که ای پیامبر این آیات رو کسی نمیتونه ابلاغ کنه مگر خودت یا مردی از تبار تو، مردی از جنس تو. به همین دلیل بود که پیامبر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو که در ایام شهادت این آقا و مولامون هستیم روانه داشتند با آیات سوره براءت و فرمودند که برو و این مأموریت رو از ابوبکر بگیر و سلب کن و خودت انجام بده، چرا که جبرئیل فرمود این کار رو انجام نمیدهد مگر من پیامبر و یا کسی که از من باشد و این هم کسی غیر از تو نیست یا علی و امیرالمؤمنین. رفتند و این آیات رو خودشون در نزدیک کعبه بر مشرکین تلاوت فرمودند و برگشتند و آسیبی هم به ایشون نرسید در اون حرکت، که این یکی از فضائل ایشون هست، یکی از مناقب ایشون هست که ایشون به عنوان نفس پیامبر شناخته شدن از طرف خداوند تبارک و تعالی. در روز فتح مکه بخشی از فتح رو مسلمان ها مشاهده کردن. چرا بخشی از فتح؟ چرا میگن بخشی از فتح؟ در حالی که آیات میگه اذا جاء فتح الله، اذا جاء نصر الله والفتح. چون فتح و نصر اصلی در زمان ظهور آخرین منجی برای تمام جهان محقق خواهد شد. اون فتحی که در مکه اتفاق بود فتح جزیره العرب بود، فتح منطقه مخصوصی بود که البته در اون زمان منافقین هم بودن، در همون زمان مخالفین بسیاری تحت عنوان نفاق با پیامبر می جنگیدن. ولی در روزی که پرچم عدل جهانی مولامون و آقامون حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف در عالم گسترده میشه، اونجا فتح اصلی و اونجا پیروزی اصلی حکومت الهی بر حکومت های طاغوت و جور رو در اون روز مشاهده خواهیم کرد و اون روز ان شاء الله خواهیم دید که چگونه تمام عالم زیر سیطره پرچم توحید قرار خواهد گرفت. و امید این که اون روز رو ببینیم و این شب ها هم شب های قدر و شب هایی هست که باید قدر بدونیم، شب های قدر، شب هایی است که باید اون رو واقعا قدر دونست و از خدا بزرگترین حوائج رو خواست و بزرگ و حاجتی هم بزرگتر از این حاجت شاید نداشته باشیم و نداریم که
آقامون و مولامون حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرج شریف بیان و انشالله پرچم عدل الهی و پرچم توحید الهی رو در تمام عالم بگسترانند به امید ظهور ایشون انشالله. یاد وقایع فتح مکی که میفتم به شخص خودم یاد بخشش و عفو عمومی که حضرت رسول برای اون کفار قریش و مشرکین دادن، ناخودآگاه یاد وقایع چند سال بعدش میفتیم، یاد مصیبت ها و ظلم هایی که در حق اهل بیت پیامبر کردن و این به فکر آدم میاد که اگه پیامبر سفارش نیکی نکرده بود و بنا بود اینا نهایت دشمنی بکنن، آیا از این بدتر میتونستن در حق اهل بیت پیامبر بکنن؟ البته بگم نمود اصلی این سوره انشاءالله زمان ظهور آقا صاحب الزمانه، وقتی آقا بیان انشاءالله با دست یدالله خودشون فتح المبین ها خواهند کرد، انشاءالله آقا میان انتقام اجدادشون رو خواهند گرفت، انشاءالله آقا میان و مردم با دیدن دین واقعی فوج فوج میان و مسلمان شیعه میشن. وقت اونه که بریم سراغ قسمت مهمون برنامه که نوید جان زحمتشو کشیده، با هم میریم ببینیم و برگردیم. جبرائیل و السماء كيف التراب يرتقي عاقل الرجاء كيف التراب يرتقي قامة السماء كيف التراب يرتقي عاقل الرجاء كيف التراب يرتقي خضب العرش بالدم بفعله ابن ملجم بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار دیگه ایام سوگواری آقا امیرالمومنین علیه السلام تسلیت عرض میکنم. تو این ایام سوگواری اومدیم در خدمت، یعنی مهمون خونه یکی از مدعاهای عزیز شهرمون هستیم، آقا سید عزیز سید کاظم خوشروی بزرگوار. اومدیم مزاحمشون شدیم تا درباره حال و هوای خودشون و این شهر مقدس، شهر کریمه اهل بیت، تو ایام سوگواری آقا امیرالمومنین یه سری سوالات ازشون بپرسیم. حاصل سلام علیکم، این شما، اینم بیننده های عزیز ما. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت شما و بیننده های عزیزتون. در مورد شهر مقدس قم که فرمودید، شهر مقدس قم و این نعمتی که نصیب ما شده که ما ریزخور خانه کریمه اهل بیت باشیم و عمری نوکری این بیبی رو بکنیم، یه جورایی در مورد این شبهای قدر یا هر مراسمی که برای اهل بیت باشه و در مورد با اهل بیت باشه، شهر قم گل سرسبد هست و بین همه شیعیان زبان زد هست که در قم مراسمی به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها با اون شور و حال خاص خودش برگزار میشه و همه هیئت ها، همه کوچه ها، تکایا عرض ادب میکنن، مخصوصا این شبها که عرض ادب خدمت ساحت مقدس مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. آسد ایام شهادت مولاست، وقتی اسم آقا امیرالمومنین میاد اولین چیزی که به ذهن شما میاد چیه؟ اسم مولا امیرالمومنین عشقه، واقعا یه عشقیه که تو دل شیعیان هست و هیچ کس و هیچ اتفاقی نمیتونه این نام رو از دل و فکر شیعیان پاک کنه. حاسد به نظر شما سر تقارن شبای قدر با ایام عزاداری مولا امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ حالا این که فرمودید سر، ما حالا کمتر از اون هستیم که به خیلی از اسرار دست پیدا کنیم، اما بعضی چیزها واقعا مشهوده و قابل دید هست و قابل لمسه. این که میبینید شبهای قدر از ایام بارزش، لیالی شبهای قدر، شب 19 هم شب ضربت خوردن مولا و شب 21 شب شهادت مولا هست، این یه سری توش نهفته است، یه حرفهایی توش نهفته است. میشه به این اشاره کرد که حالا به عنوان مثال، به عنوان حرف دل اشاره کرد که تو اون شبی که قرآن نازل میشه، کار اسلام به کجا میرسه که کار مردم و کار
دین و ایمان مردم به کجا میرسه که قرآن ناطق رو تو محراب به شهادت میرسونه. این حرف، حرف سنگینی برای اسلام هست که در شبی که قرآن نازل میشه قرآن ناطق رو در محراب به شهادت میرسونه. امشب همه دلا، یعنی توی ایام دلا واقعا تو حرم مولا امیرالمومنین علیه السلامه. و اون هر کی من همسه پرسیدم از بعضی ها میگم وقتی آدم توی روزهای معمولی میره حرم امیرالمومنین یه حالت شادی و شعفی بهش دست میده، به غیر از این ایام شهادت که حالت غم و اندوه سنگینی بهش دست میده. شما که چند بار چون خدا مشرف بودید از حال و هوای نجف اشرف مولا بگید. در مورد سوال شما، من متاسفانه تو این شبها، یعنی شبهای قدر، مشرف نشدم حرم مولا یا کربلای معلم، قسمت نشده تو این ایام من مشرف بشم. منتها در مورد حال هوای نجف، این حال نگفتنیه، یعنی اون حالی که باید آدم بره و ببینه و بهش دست پیدا کنه. در مورد حرم مولا، حرم ها هر کدوم یه حال هوای خاصی دارن، حالا در این مقال نمی گنجه که من خیلی توضیح بدم. منتها دوستان و شیعیان و محبین اهل بیت میدونن که کربلا وقتی آدم مشرف میشه تو اون حال هوای کربلا دل آدم میگیره، به خاطر همین خیلی ها سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که بعد از حرم امام حسین، بعد از اون فضای دلگیر کربلا، برن تو نجف مولا، تو اون ایوان طلا، این دل رو از اون ناراحتی ها، از اون کدورت هایی که دشمنان اهل بیت به وجود آوردن، با ذکر مولا، با هوای مولا پاک کنن. آقای خوشرو عزیزی، سوالی هست ما از نوکرای اهل بیت که میرسیم خدمتشون میپرسیم و اونم اینه که توی دوران زندگیتون، ماشاءالله شما که خیلی سال نوکری میکنید در خونه اهل بیت علیهم السلام، قشنگترین شعری که حالا از مولا یا از بقیه اهل بیت هم باشه چیز مشکلی نداره، خب قشنگترین شعری که توی دوران زندگیت شنیدی واسه اهل بیت چی بوده؟ این که فرمودید آقا نوید شما سال هاست نوکری اهل بیت میکنیم، ما پیر غلامامون واقعا خودشونو خاکسار اهل بیت میدونن، اما فرمودید دو سه بیت در مورد مولا بگم که به دلم میشینه. واقعا این دو سه بیت: هر قلب به شیوه قبلگاهی دارد، هر قبله برای خود خدایی دارد، اما زمیان خانه فرمود خدا، ایوان نجف عجب صفایی دارد. آقا امیرالمومنین اول مظلوم عالمه، اولین کسی که حقش غصب شد. سید جان، شما کدوم روزه مولاست که به قولی جیگرتو بیشتر میسوزونه؟ روزه مولا که حالا دوستان بهتر از من میدونم، روزه مولا روزه محراب نیست. روزه مولا و مصیبت مولا از اون روزی شروع شد که مولا مأمور به صبر بود و یک سری از اون آدم هایی که غصب کردن خلافت مولا رو، کاش فقط غصب میکردن و اون همه اهانت در خونه مولا، جلو چشم مولا. مصیبت مولا مصیبت کوچه بنی هاشمه. بسم الله الرحمن الرحیم. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، آقا من علیک السلام میخواهم. مولا جان تا بگم
کمی به دور سرت توف بیت الحرام میخوام، لحظه مرگ چشم در راهم، از توسن ختام میخوام مولاد جانم. همونطور که اشاره شد اگه بخوای روزه امیرالمومنین رو بگی، مصیبت مولا از کوچه های بنی هاشمه. اون موقعی که مولا مأمور به صبر بود، نامه نوشت اون ملعون به معاویه. معاویه میدونستم فاطمه پشت دره، اون چنان لگد به در زدم، صدای شکستن استخوان‌های فاطمه رو شنیدم. بی خود نبود مولا تو محراب عبادت، فرمودن فزد و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، از دست این مردم نادان راحت شدم. مولا جانم، مولا کسی قدر شما رو نشناخ، مولا کسی نفهمید شما چه کسی از دید. اون مولایی که فرمود حسنم با اسیرتون مدارا کنید، اگه خودم زنده ماندم میدونم چطور جوابشو بدم، شایدم بخشیدم، شاید قصاص کردم، اما اگر به شهادت رسیدم شما فقط یک ضربه به او بزنید. یا مولا یا امیر المومنین، قصاص کرد حسن ابن علی قاتل مولا رو با یک ضربت، الحمدلله قاتل شما قصاص جدا گو. اما یه قاتلی سراغ دارم کربلا، زینب کبرا بالای گودال قتل در عرب رسم، کسی که مزدر میشه دست روی سر میگذاره، دو دست روی سر گذاش زینب، وا محمدا وا علیا وا اما وا حسنا وا حسینا، این کشته فتاد به هامون حسین توست، این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و بازده در خون حسین توست. پاس دستون درد نکنه. آخر برنامه است. بیننده های عزیز ما چشم راهن، تو شهر کریمه اهل بیت یه دعا هم بفرمایید. بالاترین دعا و بهترین دعا، دعا برای فرج مولاست. خودشون هم فرمودن برای فرج من دعا کنید که گشایش همه امور شما در فرج منه. همین یه دعا رو این بنده کوچک در درگاه اهل بیت و امیرالمومنین در این شب عزیز، فقط این یه دعا رو انشاءالله همه بینندگان آمین بگن و این دعا محقق پیدا کن. اللهم عجل ولیک الفرج. علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. دوست دارم این برنامه رو هم تقدیم به خانوم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بکنم، خانومی که تو این شبا جای فاطمه زهرا سلام الله علیها مادرش
داره مریضداری میکنه. من نوید پورمرادی. من سید مهدی عزیزی با آرزوی برآورده شدن همه آرزوهای شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی. خدا نگهدار.